اون شخصیت سوم که الزورد توهی باشه در حقیقت، که به نوعی یک انقلابی هستش، یعنی فرض کنی یک بولشویک از نظر رند، برای اینکه رند هم گفتم که خیلی مخالف با سیستم های کلکتیویست و جمعگرا، همش میخواد که فرمان بده به این آدم های ضعیف و درجه دو و به نوعی اونها رو کنترل بکنه. و اگر جملات فیلم رو یادتون باشه، چون من جملات فیلم رو تقریبا فیلم رو 12-13 باری دیدم، همش استخراج کردم، جملاتی که توهی به کار میبره میگه که شما اگه نمیتونید که بر کسی فرمان برانید، نفسشو نابود کنید، نفسشو نابود کنید، برای اینکه نذارین اون آدم آگاه باشه نسبت به خودش، نذارین آگاهی داشته باشه نسبت به واقعیت، در آدم درجه دوش بکنید، نذارین، برای اینکه با آدمای درجه یک نمیشه که حکرانی کرد و فرمان روایی کرد. بنابراین میگه نباید گذاشت انسان‌ها سعادتمند باشن، زیرا انسان‌های سعادتمند انسان‌های آزاد هستن. این دقیقا جمله ایست که توی این فیلم میگه. و اگه یادتون باشه باز یک جمله دیگه میگه، میگه که من با روح دیگران شرط بندی میکنم و میکوشم که روحشون رو فاسد کنم، برای اینکه با فاسد کردن روحشون میتونم روحشون رو بکشم در حیات. خب ولی نتیجه که کتاب داره به ما نشون میده یا فیلم به ما نشون میده اینیست که همه تن در نمیدن به همچین وضعیتی، و اولیش خود شخصیت هاورد روک هستش که سازش نمیکنه و ارزشاش رو خودش میسازه و میگه که من به ارزشهای خودم وفادار هستم و در حقیقت دنبال روی آرمانهایی هستش که میتونیم بگیم که خودش به خودش داده. حالا سوالی که پیش میاد، من میدونم در ذهن خیلی از شما این سوال هست و برای کسانی که هم یا رمان خونه یا فیلم رو دیدن، این است که خب هاورد روک میتونه یه آدم فناتیک باشه، ولی چنین چیزی نیست. علاقاً اونطور که رند میخواد به ما نشون بده، یک تفاوتی بین هاورد روک و یک آدم فناتیک هستش. برای اینکه آدمای فناتیک مثل حزب الله مثلا، هدفشون قدرته و اینجا هدف قدرت نیست برای روک، اصلا نمیخواد قدرت من بشه، دیگران هم نمیخواد برده بکنه اصلا، بنابراین هدفش دفاع از ارزش‌های خودش هست، یعنی میخواد به زندگی خودش معنا بده و میخواد دفاع کنه از این معنایی که داره به زندگی خودش میده، تا به نوعی، و اینجا کلمه فاونتن هد میشه، به نوعی در سرچشمه داوری‌های خودش قرار بگیره، چون میخواد فاونتن هد باشه، یعنی در سرچشمه و منشأ داوری های خودش قرار بگیره. و اینجا اتفاقا رند در یک دوره از زندگیش، همون اوائلی که به آمریکا میاد، شدیداً تحت تاثیر نیچه است و فلسفه نیچه است، و رند اینجا به نوعی یک سخنی از نیچه که در کتاب فراسوی نیکو بد نیچه ازش صحبت میکنه رو دوره دو مرتبه بازگو میکنه، چون نیچه میگه که نفس آزاده و شریف به احترام خود سرفرود میآورد. بنابراین شما از نظر رند هم باید یک نفس آزاده و شریف باشید که فقط به احترام خودتون سرفرود بیارید و نه به خاطر آدم های مثل توی. این هم یک موضوعی است که خیلی مهم هست. حالا آیا اینجا، چون کلمه اگویزم رو رند استفاده میکنه، آیا این یک نوع خودخواهی است؟ بله، بیشتر یک نوع خودخواهی است. ولی این چه نوع خودخواهی هستش؟ یعنی خود رند درباره این که میگه این یک خودخواهی است، منظورش چیه؟ میگه که خودخواهی به معنای تعهد به سعادت فردی است که وسیله لازم برای کامل کردن زندگی شخصی باشه. این در حقیقت اون خودخواهی است که این داره توصیف میکنه. رند اعتقاد داره که اگر کسی بخواد زنده بمونه، باید که به زندگی خودش به یک منزله، به منزله یک ارزش متعالی نگاه کنه. درسته؟ و در این صورت وفادار بودن به ذهن خودش به نوعی اون آدمو علیه ذهن جمعی در حقیقت قرار میده، یعنی میخواد که استقلال فردیش رو داشته باشه، چون میخواد وفادار باشه به ذهن فردی خودش، که حالا ما میتونیم بگیم که ذهن به نوعی کریتیکال یا انتقادی هستش. و به خاطر همین هم هستش که باز در جمله معروفی که در دفاعیش رورک میگه در دادگاه، که در کتاب هست، در فیلم هم هست، میگه چیزی به نام
ذهن جمعی وجود نداره. ذهن همیشه فردی است و چیزی به نام there is no such thing as a collective brain. این درست دوره جمله جمله است که به کار میبره. خب پس دوگانگی اصلی که اینجا ما داریم که رند هم خیلی تاکید میکنه به خوانندگانش و بعدها در سخنرانی‌های معروفی که در دانشگاه آمریکا کرده میگه دوگانگی اصلی میان استقلال و عدم استقلال هستش، نه میان خودخواهی و انسان دوستی. عدم استقلال و استقلال، میگه اگه یک دیالکتیک اینجا باشه شما به این با توجه کنید کی مستقلن فکر میکنه کی غیر مستقله، عدم استقلال داره و اعتقاد داره که خلاقان بزرگ، هنرمندان بزرگ، دانشمندان بزرگ، فیلسوفان همیشه در جهت عکس جوامع خودشون عمل کردن و ولی نتیجه خلاقیتاشون، حالا چه ذهنی بوده چه هنری بوده، همیشه به پیشبرد تاریخ کمک کرده. اینم باز تو اون دفاعی شما از همون ابتدا میبینید، چون میگه کسی که آتیش روشن کرد خودش بر چوبه اون آتیش سوزوندنش، اولین جمله اون دفاعی هستش که میگه. پس باید خود انگیخته بود، باید خودکفا بود، ولی نباید انگل اجتماع بود، یعنی پارازیت بود، و نباید گمگشته بود. بنابراین مسئله که ما اینجا در آگورام یه بار صحبت کردیم مسئله معنا دادن به زندگی است و اتفاقا شخصیت هایی که رند رو ازشون دفاع میکنه آدم هایی که لااقل به زندگیشون بلدن معنا بدن، درسته؟ خب اینجا دو موضوع مد نظر رند هست. یک، آزادی برای کسی که به تنهایی میاندیشه و فردی مستقل هست یک آزادی منفی است، همون آزادی که آیزای برلین ازش صحبت میکرد. چرا؟ چون از نظر رند آزادی به معنای آزادی از هست، نه آزادی برای، آزادی از، یعنی آزادی از موانع و فرامینی که حکومت ها یا دیگران میخوان به شما بدن. دوم، پیشرفت یک جامعه بر اساس درجه اهمیت آزادی منفی هستش از نظر رند، یعنی هر چقدر یک جامعه عقلانی تر باشه بیشتر امکان دور شدن از جهل و خشونت رو داره و بیشتر به طرف آزادی منفی میره، درسته؟ به خاطر همین رند در تمام طول زندگیش در آمریکا بوده، آمریکا رو یک جامعه آزاد حساب کرده در مقابل شوروی که میگفت که یک جامعه جمع‌گرا هستش و همیشه دفاع کرده از سرمایه‌داری به یک نوعی، برای اینکه میگفت در این سرمایه‌داری این امکانی که این آزادی منفی بتونه رشد کنه به مراتب بیشتر هست که در جمع‌گرایی نیستش. حالا چگونه بود از این آزادی دفاع کرد از نظر یک آدم مثل رند؟ برای دفاع از آزادی، کسی که از آزادی خودش میخواد دفاع کنه، فرد باید با شر و بدی مبارزه کنه، یعنی بدی رو باید تحریم کنه. این درست جمله ایست که رند میگه، بدی رو باید تحریم کرد و عدم مبارزه با شر و بدی از نظر او و از نظر شخصیت رماناش به معنی سازشه با بدیه. یعنی شما وقتی که به نوعی با یک حکومت مطلقه، با یک حکومت فاشیستی، با یک حکومتی که داره حقوق دیگران از بین میبره، شما مبارزه فکری، ذهنی، سیاسی، فرهنگی نمی کنید، شما سازشگر هستید به نوعی، لااقل از نظر او. و او اعتقاد داره که این جمله دقیقا جمله اوست، میگه اگر ما یک شکنجهگر رو محکوم نکنیم، اون جمله من نیست، جمله اونه، ببین چقدر امروزی برای ما، اگر ما یک شکنجهگر رو محکوم نکنیم تبدیل به وسیله برای جنایت او میشیم. اگر ما یک شکنجهگر رو محکوم نکنیم تبدیل به وسیله برای جنایت او میشه. پس برای مبارزه با شر و بدی از نظر آین رند باید شهامت داشت، همون شهامتی که گاندی و دیگران دارن اول صحبت میکنن، و شهامت داشتن مساوی است با صداقت داشتن و به نوعی حقیقت جو بودن از نظر او، درسته؟ ولی میشه در یه همچین موقعیتی بود و دوست هم داشت. اینجا اتفاقا ما یک قدم فراتر از اون خودخواهی میریم، چون فیلم هم اینو به ما خوب نشون نمیده، البته رمان به مراتب بهتر نشون میده. رند اعتقاد داره که شما میتونید این خودخواهی فردی رو داشته باشید، ولی میتونید عاشق هم بشید، میتونید دوست هم داشته باشید. حالا اینجا یک نکته خیلی ظریف و خیلی زیبای فلسفی است، میگه که دوست داشتن به معنای ارزش دادنه.
عاشق شدن به معنای ارزش دادن به دیگری است و اینو اتفاقا توی کتاب اطلس شراگ میگه، میگه to love is to value، to love is to value، یعنی شما عاشق کسی میشین برای اینکه به اون آدم ارزش میدید، نه به خاطر پول، نه به خاطر گرین کارت، نه به خاطر پاسپورت کانادایی، نه به خاطر جاه و مقام، نه به خاطر سکس، به خاطر اینکه به اون آدم ارزش میدید، به فردیت اون آدم ارزش میدید. اینجا هست که عشق از نظر او معنا داره، چنان که در رمان و فیلم فاونتن شما رابطه بین دومینیک و هاوارد روک، یعنی گری کوپر و پاتسیا نیل رو میبینید که رابطه اینجوریست، یعنی همدیگر رو در حقیقت کامل میکنن این دو شخصیت، هیچکی به دنبال این نیست که از اون یکی به عنوان یک ابزار استفاده بکنه. و رند باز یک جمله زیبایی داره، میگه که عشق بهای عاطفی هر انسانی برای لذت بردن از فضایل دیگری است. عشق بهای عاطفی هر انسانی برای لذت بردن از فضایل دیگری است. بنابراین زندگی اینجا در مبارزه برای هدف، این میتونیم بگیم که خلاصه فلسفه رند هست، یعنی زندگی خودش یک مبارزه هدفمنده و بزرگترین میشه گفتش که مبارزه در زندگی، مبارزه برای ارزش شخصیت فردی و ذهن عقلانی هستش. خب حالا برای اینکه من بحثمو تموم کنم، یه چند تا نکته کلیدی که در کتاب سرچشمه یا فاونتن هد و در فیلم اومده رو بهش اشاره میکنم. یک، آین رند اعتقاد داره که اصول اخلاقی از طریق تجربه های شخصی به دست میاد. این درست خلاف حرف کانت بود که ما هفته پیش با درباره صحبت کردیم. اخلاقی که باز ازش صحبت میکنه یه اخلاق خودخواهانه است، ولی خودخواهی اینجا به معنای انگیزه داشتن هستش، یعنی به نوعی علاقه به نفس هستش که میگیم هدف این اخلاق عقلانی قرار بگیره. دوم، اگر مسئله اخلاق این علاقه به نفس باشه، بنابراین نباید از واقعیت عینی جداش کرد. واسه همین هم هست که اسم مکتبش هست اخلاق عینگرا، Objectivist Ethics. چرا؟ چون اعتقاد داره که انسان برای دست یافتن به سعادت مستلزم ایثار نیست، ایثار نباید بکنه اصلا. آن اون چیزی که مفهوم ارزش و ارزشمند میکنه در حقیقت خود زندگیه، لازم نیستش که شما دائما ایثار بکنید. اینجا خیلی جالبه این چیز، یعنی لازم شما برین شاه شهید بشین مثلا برای اینکه شما نشون بدین که چه ارزشی میخوان به زندگی بدید. بحث دیگه، عقل و زور در دو جهت مخالف هم دیگه قرار میگیرن، یعنی هیچ انسانی یا هیچ نظام اجتماعی نمیتونه به زور ارزش‌ها رو به دیگری بده، درسته؟ اگر بده غلط. بحث دیگه، در نظام سیاسی و اقتصادی در حقیقت که رند داره توصیف میکنه، آزادی فقط به معنای همون که گفتم آزادی از اجبار هستش، یعنی به نوعی ما اینجا وظیفه دولت رو اگر ازم سوال کنید که رند درباره دولت چی فکر میکنه، و اتفاقا خیلی هم نسبت به دولت آمریکا و جامعه آمریکا بعضی موقع انتقادی فکر میکنه، اعتقاد داره که دولت اصلا حق آزادی دادن به فرد رو نداره، برای اینکه آزادی مال فرد هستش، نمیتونه دولت بیاد بگه من تو به تو آزادی میدم، اصلا هم چیز غیر منطقیه. دولت باید بازشناسی بکنه حق فرد رو، یعنی ریکاگنیشنه در حقیقت، ریکاگنایز بکنه که اون آزاد هست یا نیست. و بالاخره نبرد واقعی در جهان امروز از نظر رند نبردی هستش که میتونیم بگیم که با دروغ و با زور انجام میشه، یعنی یک سمت شما خلاقیت فردی رو دارید و ارزش‌های فردی، و سمت دیگه شما زور و دروغ رو دارید که به نوعی اینها موجب میشه که این نبرد به وجود بیاد. و آخرین موضوع، وقتی که از رند پرسیدن که هدفش از زندگی چی بوده، گفتش که هدف من لذت بردن از زندگی به نحوی عقلانی است. این جمله است که آخر عمرش گفته و به نوعی توضیح میده که مسئلهش تعقیب، تأیید و تحسین عظمت بشر هستش، همطور که شما در فیلم فاونتن هد هم اینو به خوبی میبینید. خب من اینجا بحثم تموم میکنم.